امروز روز اربعینه و حکومت ایران پیش بینی کرده بود تا 6 میلیون مسافر در این مراسم شرکت کنند. با بازگشت مسافرای اربعین، نگرانی ها از شروع موج جدید کرونا هم افزایش پیدا کرده. سفر اربعین برخلاف سفرهای ایرانیان به جاهای دیگه با حمایت و پشتیبانی کم سابقه حکومت همراهه. طیفی از معافیت ها تا بهره مندی از خدمات رایگان، از جمله اینکه حکومت نرخ سفر زمینی با اتوبوس رو فقط 240,000 تومان و نرخ سفر رفت و برگشت هوایی به عراق رو 6 میلیون تومان اعلام کرده. حکومت ایران همینطور برای جابجایی مسافرین اربعین 10,000 دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی و بین شهری اختصاص داده بود. مسافرینی که از اینترنت رایگان وای فای بالون سازمان فضایی هم استفاده می‌کردند. یکی دیگه از این معافیت‌ها عدم پرداخت عوارض خروج کشور بود، در حالی که اولین سفر عادی به ازای هر نفر برای خروج از کشور 400,000 تومانه. بیمه بسیار ارزان سفر هم از جمله دیگر خدماتی بود که حکومت ایران برای مسافرین عراق در ایام اربعین تدارک دیده بود. با وجود اینکه دولت ایران پیش بینی کرده بود حدود 6 میلیون نفر در مراسم اربعین امسال شرکت میکنند، سردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی گفته 2,900,000 تن از ایران به مقصد عراق خارج شدند. جمهوری اسلامی برای افرادی که به این سفر نرفتند در شهرهای مختلف راهپیمایی جاماندگان اربعین برگزار کرده. پیشتر سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین گفته بود حدود 8400 میلیارد تومان برای آماده ساختن زیرساخت‌ها برای مسافرین اربعین هزینه شده، اما برخی از مسافرین از سوء مدیریت‌ها هم گفتند. هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس چیز مال عتبات ما چیه؟ پیرمرده. هر چی گفت دروغ و مردم گفت. خب چه اتفاقی افتاد شما؟ اونجا نه وسیله نقلیه است، نه چیز رفاهی است. مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود. هیچی نیست. مردم تو آشغالا خوابیدن. در کنار اینها دولت ایران از محافظت از جان این افراد هم ناتوان بوده. تا جایی که بر اساس آمارهای رسمی 93 نفر از زائران اربعین بر اثر تصادف یا ازدحام جمعیت و گرمازدگی جونشون را از دست دادن. این همه ی ماجرا نیست. زائران اربعین در حالی به ایران برمیگردن که تاثیرات تست کرونا هم برای اونها فراهم نشده و گزارش‌ها از ابتلای شمار زیادی از اونها حکایت داره. احتمال بروز موج تازه کرونا در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید باعث نگرانی‌های مضاعف هم شده.